بله لحظات پایانی و مهمان ما هم محمد صابر ناصری هستند مشاور فرنگی افغانستان در حکومت آمریکا اینجا با ما هستند می خواهیم که بیشتر در رابطه با وضعیت ماجرین افغانستان در آمریکا صحبت بکنیم آقای ناصری سلام صبحتان بخیر بسیار خوش آمدید سلام علیکم سلام بر تمام مردم افغانستان صبح شما بخیر می خواهیم که برگردیم بریم به سال 2011 از 2011 میشه ما قصه بکنین و بعد میم در رابطه با وضعیت ماجرین صحبت های خود داشتیم کمی بیشتر در رابطه با خودتان 2011 من مشاور فرنگی آقای جان و جان علن بودم در آیساف و همچنان کوردینیتور سکیورتی کوردینیتور وی سی آر بودم من در 2011 چندین مکاتب در شهر کابل ایجاد کردم، جوړ کردم و پیش از باغ عمر زنان نه اونا را جوړ کردیم. با بعدن بس ما رفتم دوباره به امریکا و از طریق وزارت دفای امریکا به اروپا تعین شدم به صف مشاور فرهنگی یا سبجیک ماتر اکسپرت میګم. بله شما یک زمان روزگار تلخیر هم سپری کردین. خدا همه گزشتہ های ما را مغفرت وکنن با اجمل نقشبندی هم بودین مش از اونجا هم روایت وکنین قصه وکنین اجمل نقشبندی خداون ببخشیش اونا سینفی مکتب بود لسینودریا و بعدن ما اونا به څ خبرنگار و ما به څ سپوک پرسنې قوی ناتو در هلمند وظیفه یک ځای ایجاد کړم رفتم در وظیفه اما بدبختانه که طالبان اونا رو شهید کردن و مرا چند کلکای ما قطع کردن باز هم ما ادامه دادم خدمت ما به مردم افغانستان هدف ما هدف صلح است ما چطور بتانم در افغانستان صلح را بیارم و به مردم جهان و تمام 195 مملکت بگویم که افغانستان چی است و کجا است بله. بین از وضعیت افغان ها در امریکا صحبت بکنین که در چه وضعیت قرار داره افغان ما که در اونجا هستن؟ ما دو کتگوری افغان, افغان ها داریم اونجا یک کتگوری که چل پینجا سال میشه آمده در امریکا زندگی میکنه و کتگوری دوم کسایی هستن که یازده سال دوازده سال میشه امریکا آمدن ما در کیس های که ما بالای از کیسای کیس های کار میکنم یکنیم میلیون افغانه با فامیل هایش خامخواستن حکومت امریکا و اونها ترجمانها هستن اکثریتشان اقلیتشان کاریگرها و آشپزهایی که با خارجی ها کار کردن یعنی هدف ما از امریکایی هست بل. او کسایی که لیبر یا آشپز بودن انگلیسی درست نمی زندگی خوب ندارن چون مشکلاتشان مشکل زبان است موقعیت است و ترجمان ها بلوموم در امریکا زندگی خوب دارن و اکثریتشان کار شاقه یا درایوری میکنن و شان در حکومت هم کار میکنن بله جانب صاحب شما در کنگرس هم هستین بلد. و چه کارهایی کردین برای افغانها شما در اونجا؟ بزرگترین کارم ای بود که ما پټانم صداي مردم افغانستان در پارلمان امریکا او د سناي امریکا باشم هميشه ما در مورده افغانستان او در مورده مردم افغانستان خبرهت میکونم همه درد ملت ما خوسته ام قبلا نومه تصمیم نه بود که ما جهانی بسازم ما سریق هالیوود از سریق کانګریس از سریق حکومت امریکا او نتیجې شمع گرفتیم نسبت به 4 سال قبل نتیجه بسیار خوب داده که فعلا افغان ها در امریکا بسیار قدر میشه دوم امریکا فوکس به خاطر صلح افغانستان تصمیم جدی گرفته و ما می خواهم که پیش از اینکه صلح در افغانستان بیایه صدای نو را ببرم در کنگره امریکا که برادری و برابری در افغانستان ایجاد شود اول قبل از صلح بله شما همواره در رابطه با صلح تلاش کردی نقش صلح در زندگی بشریت چی بوده میتونه به نظرتون آزادی آرامش بله و ما میخواهیم که آزادی و آرامش در بشریت باشه خصوصا با مردم افغانستان که بسیار درد دیدن و ما احساس میکنم دردشانه به خاطر ما سال یک بار دو بار ما میایم افغانستان تا بتونم درد ملت اس کنم و ببرم به بالا جای بله به نظر چطور می با این صلح آرامش ما دست پیدا بکنیم در شرایط کنونی که ما قرار داریم اگر صلح قبلا ما گفتم چیزی است که باید با یک پایه برابری و برادری بیاید بله. در امریکا صلح است اما قبل از سالها اونا کوشش میکنن برادری باشه برابری باشه همگی یکسان باشه اما بدبختانه در افغانستان نیست ام، یعنی ما اتو یک مثال بگویم که اینجا حکومت حکومت زور است <applause> مردم مزور است مردم غریب هميشه پایمال است من یا مثلا در حکومت هر کس پسر کاکا پسر مامای خود یا خواهر یا برادر خود شامل میکنه در امریکا او gap نیست هر کس کی لیاقت داره اونها ده پوزیشن میرن من خواستم که قبل از صلح در افغانستان برادری و برابری بیه همه ملت همه اقوام خوش باشه راضی باشه مطمئن هستم صد فیصد که صلح خودش می هیچ سرش مصرف هم نکنیم صلح خودش می باید سر برادری و برابری مصرف بکنیم بله افغانهایی که در آمریکا هستند زمانی که با یک مشکل بر, بر چقدر با مشکلشان رسیدگی صورت می گرن. از طریق حکومت امریکا. حکومت امریکا حکومت امریکا یک مملکتی است که من نمیتونم مبالغه بکنم به خاطر حکومت امریکا اما حقایق باید بیان کرد با افغان ها با پاکستانی ها جاپانی ها هر مهاجر که هست یکسان رویه میکنن اما خوشبختانه که کتگوری اول تصامیم امریکا بالای افغان ها جدی است کمکشان زیاد میکنه کنند زیاد حادثات دیدیم از بات. نزدیک به چشمانم که پلیس آمده خود امریکایی را تحقیر کرده اما افغان ما را که از افغانستان آمده ماجر بوده نه آمده اونا را چانس داده بر زندگی کردن در امریکا بهترین زندگی است برای افغان ها خصوصا افغان ها زیادتر میخوان مساجد گوناگونه در امریکا ایجاد بکنن در هر استید می پینجا که ما زندگی میکنیم مسرت میخوایم اما ام، حکومت امریکا کانستیتوشن یا قانون اساسیش گفته وی د پیپل ما مردم هستیم بلی. هر مذهب هر فرهنگ میتونه که پلی بکنه بازی بکنه اونجا مساجد هم است کلیسا ها است هتل های گوناگون است حکومت امریکا مردم امریکا میگه دلت مسجد میری دلت کلیسا میری دلت هتل میری خودت پیش خداوند جوابگو گو هستی بله از برنامه هم بیاید صحبت بکنیم که از برنامه‌ای که افغان ها دارن از برنامه فرهنگی اجتماعی صحبت بکنین که برگزار میشه در آمریکایی که افغان ما اونجا زندگی میکنن ما یک شهر به نام یک استیت به نام ویرجینیا میگیم که بلد. نزدیک واشنگتن دی سی است که پایتخت آمریکا واشنگتن است زیادتر افغان ها از دیگر استیت در واشنگتن دی سی برنامه فرهنگ افغانستان پلی میکنند خصوصا روبروی وایت هاوس یا کانگرس و رول بسیار عمده و مهم هم داره اما بدبختانه بسیاری از افغانهای ما اکثریتشان مصروف روزگار بده هستند مصروف زندگی کردن هستند بالای موضوعات قدر کار نمیکنن اما تجارای ما حمایت میکنن کمک میکنن کسایی که 40 سال 50 سال زندگی کرده در امریکا زندگی میکنن اونا بالای موضوعات فرهنگی زیاد کار میکنن پر آقای ما همواره از حس همدیگر پذیری صحبت میکنیم در اینجا بگیم باید حس همدیگر پذیری تقویت شود و همدیگر خود دوست داشته باشیم حس همدیگر پذیری بین افغانهای ما چقدر از در بیرون از افغانستان اگر صحبت بکنیم بسیار خوب گپ زدین ما در افغانستان او اسا نمی بینم که در امریکا است در اروپا است افغان ها یک دست است پشتون تاجک برادر است همگی یکسان پیش میره و در غم همگی شریک است اگر یک کسی آه. که اونجا می میره یا مریض میشه همه افغان ها پول پرداخت میکنن و او افغان خدا کمک میکنن اونجا مطرح نیست که از کجای افغانستان است اونجا صرف یک گپ است که ما از افغانستان هستیم بله. و بدبختانه که در افغانستان که مملکت ما است ما او ایسا نمیبینم پس به نظرتان اونجا حس همدیگر پذیری بیشتر از اینجا است. بیشتر از اینجا هست بله با چه هدف آمده افغانستان امسان؟ آمدم تا ما بتانم صدای مردم افغانستان بر بالا جای ببرم تا بتانم وضعیت ببینم تا بتانم هر وقتی که ما چند پروگرام داشتم یک پروگرامم کمک ها بود ما چندین شرکتهای که مه جور کردیم و شریک هستم د او شرکت در امریکا بتواانم بر کسایی که گدا هستن کراچی جور کنم دوکان جور کنم مشغول شان به کاربار بسازم مشغول شون و چندین خیمه ها جور کردیم چندین مکاطب جور کردیم مسجدها جور کردیم آمدم تا پولای افغان هایی که در امریکا زندگی میکنن پولایشان به مردمی که اینجا نیاز دارن بله زندگی خودتان چگونه سپری میشه در امریکا و در این مدت زمانی که در اونجا هستیم زندگی خوب دارم راحت هستم وظیفه دارم شکر زندگی است یعنی که احتیاج نیستم خدا را ازار بار شکر یک دقیقه وقت داریم به عنوان حرف پایانی اگر حرف هم داشته باشین و باقی مانده باشه میشه که در پایان برنامه بگوین هر کسی که درد داره درد شنیده میشه ما کوشش کنم که با مردم افغانستانم فدای مردم افغانستان هستم فدای افغانستان خود کردیم تا آخر امرایشان هستم لطفا بیاین یک دست جایین من تو ماشه هم گپ خودت بسیار تشکر بسیار خوش آمدین و بارزوی مفقت هرچی بیشترتان هستیم سپاس گذار هستیم و شکرم میکنیم از شمایی که تا این دم با ما بودین میتونین که نظر و ها با ما شریک بسازین در بخش دوگانه ها میتونین ما کمک بکنین اگر دوگانه ای دارین میتونین که معرفی بکنین صفحه فیسبوک و برنامه بامداد در خدمتتون است 8656 ایمیل آدرس ما bamdad@tulo.tv در بخش چراهایی که داریم روزای پنجشنبه میتونین که چراهای مطری را که شما دوست دارین تا ما باشه اینجا معرفی بکنیم این و دعوتشان بکنیم تا فردا بدرود خدا نگهدارتون